با نام خدای مهربان سلام. برنامه نوبت کتابخانه است و مهمون امروز در برنامه ما جمال الدین سیدزاده، نامزد علمای پدگوگی ادبیات چینوس. با برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. یکم از خدمت خودتان بگید که امروز چه حال و احوال دارید و زندگی رو در شهر چگونه پس سر میکنید؟ مثل تمام شهروندای جمهوری عزیز تاجیکستان، دنبال کار، دنبال وظیفه، از بس که این جانب با قلم اشتغال دارم، مشغولم نوشتن. اگر مشخصم گوید که الان چه کار میکنم، در رخصتی قرار دارم اما آرام نیستم. موجم که آسودگی ما عدم ماست، ما بزنده به آنم که آرام نگیریم. می نویسم. بعد از آخرین کتابی که شما نشر کردید و فردوسی شاعری پیام رسان، یکی در باره این کتاب بگوید که چی روش های تحقیقاتی داشتید و چرا محض این کتاب رو نوشتید و این کتاب چی پیامی دارد برای جامعه ما؟ تشکر. واقعا این کتاب مورد پذیرش، مورد قبول بسیار شهروندان، نخبگان، بزرگان، اهل علم قرار گرفت. اما من نگفته نمونه که این کتاب علاقه کتاب پیش از آخرین است. من کتاب نظامی پیشوای خمسه سرانه بعد این چاپ کردم، اما حاضر در مرکز توجه توری که شما گفتید همین کتاب بنده قرار دارد. این کتاب از سه اثر عبارت، از سه رساله است. کتاب یکم فردوسی شاعری پیام رسان که خیلی پیش من نوشته بودم و با همین نام چاپ شده بود، و کتاب دیوم فردوسی شاعری وطن دوست و وطن پرست بود، این دوم کتاب. و کتاب سیوم فردوسی شاعری پیام رسان. و همین سه کتاب رو من در یک مقاوه، در یک کتاب گنجاندم، نامش رو شاعری پیام رسان گذاشتم. اما در داخل کتاب در قوسین دستوری بیداری، وطنداری و خودشناسی ملی است. نگفتن هم اونه که اگر نفرایی که این کتاب را گرفتن و خواهند گرفت اگر خوانند، من گمان میکنم که وطن دوستی درجه، به قول خودم درجه اول خواهند شد. زیرا تا جایی که من با آثاری که در مورد فردوسی نوشته شده است، اون من در دنیای شاهنامه پژوهی هم در تاجیکستان، هم در منطقه، هم در ایران، هم در جهان کتاب های زیادی پر ارزش نوشتند، اما بیشتر در موضوعات دیگر، در موضوعی که محض با مسئله اندیشه ملی وطن دوستی باشد. فقط من با کتاب محمد امین ریاهی فردوسی میتوانم قیاس کنم که در همین قلمروی اندیشه های بله. ملی حرکت. سوال من همین است، شما یک اشاره جالب کرده که در دنیا خیلی تحقیقات روی فردوسی انجام شده، چی در ایران، چی در افغانستان، چی در سراسر جهان، و امروز شما اندیشه های وطن پروری، یعنی وطن پروری بیرون برآوردید. و زمانی که فردوسی یعنی شاهنامه نوشت و زندگی کرد، یک کشوری با نام تاجیکستان وجود نداشت، یعنی یک خراسان بزرگ. بله. شما از چی روش ها و چی پژوهش های علمی کار گرفتید اینو طبیق به امروز کردید؟ یعنی اندیشش منظرش مدل این موضوع چی است؟ بسیار همین نظر هم میگن که فردوسی اون وقتی که زندگی کرد، کار کرد، یه چیزی با نام دولت سامانیان، خراسانی بزرگ و یک قطعه بزرگ جهان بود. شما روی چی حساب کردید و ایران میگوید که کسی که میخواند وی وطن دوستیش بالا میراد، روی چی زمینه ها کار کرد؟ تشکر. واقعا این موضوع بسیار موضوع بدبختانه میگم یا که خوشبختانه نمیدونم که همین گونه اندیشه ها امروز حاکم است. این یک. دوم، بنده از روی معیار مولانا حرکت میکنم. هیچ آداب و ترتیب مجو، هر چی میخواهد دل تنگت بگو. این کتاب من یگان برنامه ای که قبلا نوشته شده باشد در اینجا وجود ندارد. این کتاب من در قلمرو یا که نتیجه و ثمره آموزش است، آموزش مدوم که در سه کتاب من گفتم گنجاندم. و سامانیان چرا در اون دوره مثلا تاجیکستان وجود نداشت؟ این یک چیزی منطقی است. من میگم اگر این خلموگیم سال 24 بعد انقلاب اکتبر تاجیکستان پیدا شد، نام تاجیکستان وجود نداشت. استاد اینی میگه هر نفری رو که در بخارا و سمرقند میپرسه میگه که مسلمان بخارایی سمرقندی، یعنی با نام مکان، یعنی نام ملت مرده بود. اما دولت سامانیان بعد 200 سال اسارت عرب، اگر ما سر کنیم از طاهریان و صفاریان، خصوصا دوره سامانیان، یعنی شما گفتید که دیدید نقضیاتی که خراسانی بزرگ که حتی ایران را تحت شاه قرار داد، ما ملت قومی
آزادگان و دهقان بودند. من از پاک فرزندی آزادگانم، نگفتم که شاپور بین اردشیر، یعنی همون خراسان تاجیکستان را تداعی میکنم. ما بهوده نکوبیم، این از بی‌سوادی سر میزند که گویا اینا بدخواهان ما میگن. این بسیار فکری غلط است که گویا که تاجیکستان وجود نداشت، فلان فلان فلان، قزاقستان هم نبود، قرقیزستان هم نبود، وقت زبان ما را فارسی میگفت. اما امروز بین قرقیزستان است. من یکی میگم که امارت بخارا بود، بار صحبتایی بود که میخواستن که همون امارت از نو وای کنه، قزاقستان با همون امارت وارد کنه. اما برادرای قزاق ما دیدین چه خودشناسی ها، گفتن که خوابتان با آرگ، ما شما را همچون افتنامی قبول میکنیم. این سوال باید امروز موردی مطرح نباشد. همون خراسان که در یک بخشی وای زندگی میکنیم، ایران بزرگ، ایران زمین، همین خراسان است که همون خراسان تبدیل نام کرد، مثل آن که نام ما ممکنش سوال هم میداد زبان فارسی چرا امروز زبان فارسی گفته داشت، چرا زبان ما تاجیکی میگه؟ آفرین آفرین، همین موضوع دارم که امروز ما همیشه این از کمی مطالعه من میگم که امروز من برای جامعه ای که ما را گوش میکند، برای اینکه یک نفر دعوا کند، دعوی آسان کرد به دل پیش موزونان هین، مصرع چندین فراهم کردن و صاحب شدن، باید 10,000 کتاب خوانده باشد. بدبختی ما در این است که مطالعه نداریم، شنیدن کی بود مانند دیدن، میگرد ناصر خسرو، با کلای دیگر، با فکری دیگر با فکر میکنیم. هر کسی که یک چیز را گفت دنبال همو حرکت میکنیم. ما باید فکری مستقل خود را داشته باشیم، استقلال فکری داشته باشیم. یک صاحب که زیمعشوق کسان که کامرانی میتوان کردن، با عمر دیگران که زندگانی میتوان کردن. اما استقلال فکری از اینجا پیدا میشود؟ شما میگه ما استقلال فکری باید ملت استقلال فکری داشته باشد، در چه زمینه‌ای پیدا میشه؟ این استقلال فکری در زمینه‌ای که ما به استقلال رسیدیم. هزار سال ما استقلال فکری نداشتیم. شما به خاطر بیارید ابو ریحان بیرونی را، وقتی که در دربار محمود بود، ببینید، و بار او را امتحان کردند، خواست که از نبوغ و از علم خود درک دهد، باید موافق رأی سلطان گپ میزد. 6 ماه وای حبس کردن. بعد از حبس درآمدن گفتن که یا ابو ریحان، میدونی برای چی شما را من حبس کردم؟ سخن بر مراد من گوید. یعنی ما بعد پاش خوردن دولت ملی سامانیان حضور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی نداشتیم، فقط در قلمرو علم و فرهنگ حرکت می، یعنی سیف رو، شمشیر رو که یک بالی پر یک ملت است، از دست داده بودیم. جهانگیران معنی را مکن نسبت به اسکندر، با یک مصر دو عالم را مسخر می توان کردن. تا عصر 20 ما بر مراد بیگانگان سخن می گفتیم. یعنی این کتابی که شما گفتید که یعنی بچهای تاجیکی که نمی خوانند حسی وطن دوستی شون بالا می رود، این موضوع را خب در چه زمینه شما هماهنگ کردید با قلمرو امروزه تاجیکستان؟ تاجیکستان امروزه در نظر دارم، یعنی مو فردوسی ایرانی هم میگن از اون است، افغان هم میگن بله. از اون و تمام فارسی زبان ها، بله بله، 200 میلیون فارسی بله. زبانی که در دنیا است، فردوسی که بله. مال اون است، مال دنیا است. مو چیزاش شما مطابق به همین جا کردید، باز سرزمین خودم بس رنگ بردم در این ساسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پارسی هر چیزی که شاهنامه در خود گنجانده است، هر چیزی که فردوسی گفته است. فردوسی چی میخواست؟ اگر ما نمونه ادبیات تاجیک اگر از این گذاریم که کتاب دیگر را که من حاضر در نشر سپردم، نمونه ادبیات تاجیک شاهنامه دیگر است، اگر از وای گذاریم، ما اسیان مقنع آچرکایی که استادانی در زمان جنگ بزرگی وطنی نوید در اونجا میگه که مقصد آخرین مقنع ابو مسلم خراسانی بابک خورندین چی بود؟ یک چی؟ ساختمان دولت ملی و در دست سر دولت نژاد ایرانی نژادان. همون هدفی که ابو مسلم دنبال میکرد، همون هدفی که مقنع دنبال میکرد، همون هدفی که رودکی، همون هدفی که فردوسی، همون هدفی که ناصر خسرو دنبال میکرد، به قول دکتر باقری پرهام کارکردهای شهریاری در شاهنامه دارد، میگه یک دولت ملی باشد که ایرانی نژادان صاحب استقلال سیاسی، اقتصادی و نظامی داشتند. ما این را در عصر گذشته با تشکیل شوی جمهوری مختار، این دو واقعه مهم است، 24 و 29 تشکیل شوی جمهوری تاجیکستان که زمینه شد برای به استقلال رسیدن. یعنی اینا در مقابل هم قرار نداره، یکی یک دیگری را چیکار میکند؟ تقویت میکنن. باز میگم که متاسفانه وقتی که امروز دانشمندان ما به بررسی این موضوع میپرداندند، از آن که احاطه کم در گذشته خود دارند، به قول خاقانی تاریخ کیقوباد نخوندی که در سیر عدلش
زی فضل عاطفه گستر نکوکتر است، به بیراه می روند، می خواهند که به فایده ملت کنند، اما در مقابل در ضرر ملت خدمت می کنند. این کتاب از کجا می توانند خواننده های ما دسترس کنند بخوانند این کتاب؟ من بارها با صحبت هایی که پیرامون این کتاب داشتم، این بهترین دسترسی این کتاب، امروز ما با در یک محفل صحبت داشتم، گفتن این کتاب را گفتند به واسطه اگر از من با تلفن من 93 549 99 98 تماس گیرن، با همون نرخ خودش قریب رایگان هر چیزی که من چاپ کردم به همون نرخ دسترس میکنم. حتی یک نفر گفته است که باید در تمام تاجیکستان یک دانشمند طوری که شما گفتید یک کسی رتبه بلند داشته و به واسطه کتاب رو خونده است، من 100 نفر رو تقدیم کردم، دیدم که یگان نفر این کتاب رو نخونده است. بدبختانه خونده است، گفته است که واقعا هم هر تاجیک، هر شهروندی امروزه باید از این کتاب داشته، یعنی به واسطه تماس گرفتن با بنده. بنده برنامه کتابخون، اونهایی که میل دارد به اثر فردوسی به خوندن این گونه کتاب ها می توانید به خودی مؤلف مراجعه کنید. جمال الدین سعید زاده نام کتاب فردوسی شاعری پیام رسان و می توانید این کتاب رو دسترس کرده بخونید. این بود درباره کتابی فردوسی شاعری پیام رسان. شما کتاب دیگر دارید که خیلی هنگامه هم به وجود آورد و اطرافش مواد های زیاد هم نشر شدن و در دایره های مختلف صحبت میشد. این کتاب این بود که غزالی پیشوای سیناستازان و شکوری پیشوای اینستازان. من میخواستم سال اول این باشد که بگیریم غزالی تا عصر هجر تمام این مکتب های شرق، دانشگاه های شرق از علوم اون میخوندن، مثلا احیای علوم دین رو و امروز در اروپا و امریکا هم مرکز تحقیقاتی رو اون کار میکنن، یعنی یک اندیشمندی بزرگ. شما در چه زمین های آمدید با غزالی در این عصر مخالفت کردید؟ با چه روش های علمی، با چه متد های علمی و چرا این کار رو کردید و چی دلایل دارید برای این کار؟ واقعا مخالفت با غزالی در اینجا اصلا وجود ندارد. اگر شما مخالفت، این مخالفت امروز، من مخالف اندیشه فهمیدم درست گفته، این مخالفت امروز پیدا نشده، از زمان خود غزالی. میدونید که غزالی، حسن صبا، نظام البرق، اینا هم مکتب بودن، برای اون زمان شناختن در کار. باز من میگم که اون نفرای قبول کردن که این مقاومت بود یا مقالمت بود، این نبود. اگر منم پیش عربه خالی را کشیدم، میگفتم که آه شعری بنی آدم از آی یک در در بینای تشکیلات دولت های باخت تیلان نیست، وجود نداره، که غزالی بزرگترین متفکر و اندیشه ما است. اما وقتی که اندک اندک مطالعه کردم، دیدم که آب در هوان میکفتم و عربه خالی را خود را اصلاح کردم، فهمیدم که ما خدمت غزالی را در قلم روی، در قلم روی خدمت به سلجوقیان، دولت های بیگانگان یا نظام الملک، مدرسه نظامی ها، ما امروز از نظام الملک ستایش میکنم، اونا مرکز تشویق افکاری چی بود؟ خلافت. ببینه غزالی دانشمندی در سطح جهان شناخته شده است، برای اسلام اونقدر خدمتی است که شما میدونید که اگر میگن حضرت محمد نبود رو به غزالی خدمت، اما وای در مقابل ملت، در مقابل دنیاگرا، در مقابل فلسفه ابن سینا، میان فلسفه را کش کس غزالیش کرد. غزالی با که خدمت کرد؟ با سلجوقیان، بگانگان، حکمرانان نظام و خلافت. شما گفتید در عصر ده مفهوم همچون ملت وجود نداشت، شاید غزالی از این دیدگاه آمد، یعنی چیزای ملی نبودن، یعنی چیز با نام تاجیک، چیز با نام مثلا قرقیز و ازبک نبود که غزالی به برابر هم ملت موقع بگیره. یعنی نمیتونه امروز همین کتابی احیای علومش یا کتاب اخلاقی برای ما هم دستور عمل باشه، بچهای تاجیک، فرزندای تاجیک، عموما فارسی زبان، شما نظر دیگه داره؟ درست گفت. در اون وقت مفهوم ملت نبود، اما ملت یگانه واحد نبود، انسان پیدا شد، اول انسان، دیوم ملت، قوم میگفتم. ببینید من حاضر گفتم که ما آزادگان بودیم. این کی بود؟ آزادگان ما بودیم. آخران کسی که آزادگان گفت، بعد این ببینید روح مذهبی غلبه کرد، ناصر خسروی قبادیانی بود. من از پاک فرزند آزادگانم، نگفتم که شاپور بنی اردشیرم. این آزادگان همون تاجیکان هست. نگاه کن، من شما یک مثال دیگر گوش کنید، دادره سوالی که دادید گوش کنید. نگاه کن مولانا چی میگه؟ مولانا میگه که من بنده آن قوم که خود را دانند، قوم ملت هر دم دل خود را زی غلط بیرهانند، از ذات و صفات خیش سازند کتاب، فهرست کتاب را انالحق خوانند. بینه اون وقت ملت دیگرم به نام عمومی مثال ترک نمیگفتن، فریاد که ملت سلاویا نمیگفتن، اما اینا در امروز هویت داره، ملت داره. اما تاجیک میخواهد که در دایره به هویتی زندگی کنه. انا همون قوم دوده تبار ال میگن، ال که نامای حاضر جغرافیا همه تا
ترکیه است نگاه کن، هزار سال حکمرانی آن همون قوم بود. بینه قوم ملت افاده میکرد. ملت زمانی بود که دوره عرفان مثلا مولانا میگه که ملت عشق از همه دین ها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. اینجا ملت به معنای دین بود، اما قوم همیشه وجود داشت. حتی مولانا که جهان وطنی را وای میکرد، وطن عرفانی بود، هرگاه که خراسانی ها میگفت که اینا همشهری من دیدید، یعنی وطن وجود داشت. امروز حتی بعضی جوانای ما، دانشمندان ما، وطن را انکار میکنه. چی رسد به اولان که مولانا میگه که در سفر گر روم بینی یا خوتن، از دل تو کی رود حبل وطن. دیدی منوح وطن بین علیمان شعار مرد ما بود. یعنی شما فکر میکنید که همین غزالی میومد برای یک قوم خدمت میکرد، برای یک گروه خدمت میکرد؟ اندیشاش اندیشه جهانی نبود، انسان گرایانه نبود اندیشاش. اشتباه غزالی در همین بود که و اول با مردم، با قوم خود خدمت میکرد و راهی درست را پیش گرفته بود که برای دنیویت ترقیات خوب بشر خدمت میکرد. اما آخران و از این قلمرو بیرون برآمد و خودش اقرار کرده. کسی اگر بدبختی ما در همین است که خودی غزالی را درست نخونده وقتی صحبت میکنه، خودش میگه که من پور را منبت با خلافت و سلجوقیان با حکمرانان خدمت میکنم، یعنی در خدمت بشر نه. نگاه کن ما، نگاه کن ما بشر، یعنی مستقیم خود غزالی گفت صد شده بله بله. در مقابل سینا قرار گرفت. بعدن این چیز نگاه کن میان فلسفه را شکست. ببینید با آمدن عرفان سنایی گفت که پای مولانا پای استدلالیان چوبین بود، چای پای چوبین سخت بتن کن. یک جریان پیدا شد که میان فلسفه را شکست. تا امروز ما به خود نیامدیم، اینا باید دانیم. امروز ما به خدمت های وای کرده است با هم میتیم، اما ما باید دانیم که چی زیانه به ما آورد. اگر ما میان فلسفه را غزالی و هم فکرانی وای این غزالی فقط خودش مثلا زیان یا که گمراه نشد از راه بیرون نره، بلتن به شعر حتی خاقانی بر این شاعران بزرگ ما در مقابل فلسفه، در مقابل دنیاگرایی، در مقابل یونانگرایی، در مقابل خیرتگرایی، در مقابل دانشگرایی. خب اگر همون وقت فلسفه یونان اینا همش می اومدن پخش میکرد اینا در مقابل نمیستن، اون وقت ما امروز یک فلسفه یونانی داشتیم برای غزالی و دیگران. نگاه کن نمیشه که ما همون وقت هم بگونه می اومدن میگرفتن. آره اینم با دادر عزیز من شما را توصیه میتم که مطالعه 10000 کتاب خوندن در کار است که بینید یونان یونانگرایان عقلگرایان با ما بیگانه نیستن. ما نگاه کن سینا، ابو ریحان بیرونی، زکه، همه ما از یونان برآمدیم، اگرچه از اینجا اول به یونان رفت. در اروپا یونان قومی خدمتی به بشر کردن، در این شرق ایرانیان نگاه کن اینو از یک نژاد. اگر این خل نگاه چرا غزالی برام بیگانه دقیقاً نه بیگانه نیست نگاه کن اینا از یک برای ما فلسفه یونان هیچ وقت بیگانه نبود و بیگانه نبود. هر چیزی که ترقیاتی که داشتیم و داریم امروز هم برای ما اروپا سرمشق است. یک مثال میگم، سید احمد یزدی در عصر رضوی که اگر از زندگی دارید امید، اروپا هر چی میداند بدانید. اقبال چی گفت؟ خیرد افزود مرا درس حکیمان فرنگ. تعصب کردیم به کجا رسیدیم؟ امروز این کشفیاتی که نظرتون به اقبال چی است؟ عجب شعر گفته، نظرتون به خود اقبال چی است؟ اقبال دومین کسی هست که در همین موقع، من با شما شاید خبر ندارم، نشم اقبال و نظریات دولت اسلامی. اقبال کسی هست که بود که دیوم باره میان ملت ما را شکست. خیر اقبال کو دلیل میخواد استاد این گپ که میان ملت شکست. خب میگم مال شما ده، نگاه گوش کنید با دقت. نگاه کن ما در سالهای 90 بدبختی ملت ما نمیفهمیدیم از هند و سمرقند و عراق و همدان خیست نشنون دیده. یعنی ملت ما در درازای تاریخ از زمان آمدن اسکندر میدونده لشکریاش اسکندر که دارا را قط برده در پیشی گذاشته، یا که زمان یعقوب لیث بینید همون لشکریانش وای که در زمان سامانیان، در زمان کورتا و سربداران و در عصر گذشته. نگاه کنه ما مولانا میگه که هر که اول بین بود اعما بود، هر که آخر بین چی با معنا بود، هر که اول بین گرد پایان کار اندر آخر اون نگردد چرم سار. ما وقتی که زمانی باسازی شروع شده بود، ما از اسارت منگید بینید هزار سال در اسارت خلاص شده بودیم. نگاه کن ما دولت مستقل نداشتیم، ما خودمان پای مثلا پریبالتیک اونو دولت داشتن، ما با رقص باید وای میکردیم. ما زیر تاثیر بیگانگان، حال من میگم زیر تاثیر بیگانگان، اما سببگار اساسی خودمون بودیم. به سوادی به احساس داده شدن اینو حرکت میده که بدون من... بدون نقش نداشت شعری تاجیکان بازار صابیر حرفای لایق حرفای رخصار من... یعنی یک فرهنگ نخسته بود سرکوب شد. آفرین من ما هدفمون درست بود، هم
دنیاگرا هم عالما هم زیایان همش عالی من گفته هم یا مواد بود عذر پرسیم، اما راهی تطبیقی و یا نادرست کردیم، فهمیدی راهی تطبیق تطبیقی را اقبال چی نقد داشت سه میلیون میلاد اقبال چی نقد داشت کسی بود که ما اقبال نشناختیم. من اقبال از یاد میدونم و امروز هم از همه دعوا میکنم که بیشتر اقبال شناختم و خود را اصلاح کردم، وگرنه عربه خالی را میکشیدم. درست وای کرده که اقبال برای ما یک اندیشمندی مثل غزالی، این ادامه غزالی است، میدونه علوم دین گفته در احیای فکر دینی در اسلام همون اندیشه ای که بود اندیشه غزالی بود. اقبال طرفداری تشکیل امارت و خلافت. خب میگه که من یک شعرش میگم، میگه که خدا اون ملت را رهبری سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنویش، بعد اون ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کش. اگر ما از این پند بگیریم یک دولت واقعا مستقل همه چی ضرر دارد چی فایده دارد؟ انا من برای شما میگم که اگر میخواهید پند گیرید، اقبال شاعری پاکستان هندو زبانی به اولش یک برای پند گیرید اونقدر کلاسیکوری ما ولی میگم که همه ای اقبال از یک بیت کلمی کاشانی برآمده است، مثال فرض کردیم، اونقدر پند میگیره که دنیا نداره. یک مثل شبلی نومانی میگه که اگر تمام شعر فارسی را در یک طرف پهلوی ترازو گذاریم و شعر جهان را شعر ما وزنی میکند. اون بیت خوندم اول که موجم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. اقبال چی گفت؟ ما یارا بزن در ساحل که آنجا نوای زندگانی نربخیز است، با دریا غلط با موجش در آویز، حیات جاویدان اندر سیتیز. همه ای چیز ما گفتیم و یک مقلید ما بود و به زبان فارسی حتی صحبت کردن، اما بردش در چی بود؟ میسی ما کاهل و تنبل نبود. فردوسی میگه که کاهلی آزاده در بنده کرد، تمامی آثار ما را خوند، اما از این آلی گوش کن از این زبان برای منفیت خود استفاده. مقصد اقبال میدونید شما چی است؟ من شما ده میگم، شما حالم نمیدونید، عذر نمیگم. و امروز هم مردم ما، امروز جامعه ما حاضر هم اقبال زده است، حالان که ما چقدر بزرگا داریم، اول خش بعد درویش. نگاه کن اقبال خلافت و امارت میسه، مرحمت پاکستان، ایران، افغانستان، طالبان. مقصدی ور کتاب زندرو داشته خرم دیچه زندرو دی پسر جاوید اقبال در اونجا گفته است که پیش از اقبال لاهوری ما هم از آسمانی گپا را نگفتیم، ما در مقابل وی بهوده قرار نگرفتیم، برای که اطلاع فهمیدیم که فریب خورده گمراه. خب یک انسان یک دیدگاه متفکر نظر دارد، اندیشه دارد، فکر دارد، و اونهایی که اینقدر رو اقبال کار کردن، کارو علمی انجام دادن و انستیتوتی که کار کردن، چی در داخل چی در خارج، فکر میکنن همه روش اونها غلط بود. یعنی ما نمیتونیم از داخل اقبال چیز خوبه بکشیم بریم بگیریم، خب با خلافت اماراتش کار نگیریم، اونش که ملت سازن اخلاق سازن نمیشه، اینوش بگیریم کار کنیم. انا بهترین سوال داد، این سوالی که من فکر میکنم دیگر باید چی های چون و چرا نمانه. خسروی دهلمی میگه که قصه ضحاک همیدون بخون، رمزی بدی است اما خون دیده، نامه جمشید و فریدون بخون. بسیار سوال خوب دادید و هم قریب جواب هم دادید. نیک و بد از دفتر ایشان بجوی، نیک بخاطر کنه بد را بشوی. ما در مقابل اون که اقبال را نخونید، نه، اقبال آگاهانه از نظر انتقادی هر چیزی خوبه که دارد بینید. اقبال پیام حرکت دارد، بزرگیش دارد، اقبال پیام خودشناسی دارد، اون چیزه، اما در مقابل روح ملی ندارد و برای اسلام واقعا مصلح اسلام است، دانشمند اسلامی شناخته شده. این گپی وای نیست مردم از اونجا پیام ملی جستن اشتباه. اقبال بعد اروپا آمده خواندن، خواست که در هندوستان، در او وقت هند بود، پاکستان بسیار، خواست که مسئله ملت که او جنم میشه، ملت های بسیار، وطن نشد، جهان وطنی شد، بنبست نمانده. با خواندن این هم نمیداند، من میگم دعوا یگان کرد، با خواندن بنبست نمانده. سوانح مولوی شبلی نعمانی است درباره مولانا، از مولانا بیرون آمده است اقبال لاهوری. در اونجا همین وحدت وجوده که مولانا میگفت که چه پریابی به سوی دام حق بر، که از دامش رهایی مسیحا که بشنوز نه. همین هم مولانا بینید از ما بیرون، از فلسفه، از آستین فرهنگی ما بیرون آمده. او هیچ وقت برای ما سرمخت نمیشد. نگاه کن ما سرمخت اما قدر داریم که من نمبر کنم دهانمون باز میشد. از اونجا همین وحدت وجوده چپه کرد، همون نیروی خلاقیت پروردگار در انسان گنجا فلسفه. و فلسفه خودی اقبال از عرفی شیرازی، با عرفی از مردم ما، عرفی شیرازی را نمی بنیادگذاری سبک ایندیا، در شعر اردوش یک شعر مخصوص با عرفی بخشیده است و در خطاب فارابی و سینا گذاشته، بنیادگذاری سنگ، همون مؤلف بیت ترسم که من بمیرم و غم به پدر شود، این طفل نازپروری من در بدر شد. این تا امروز مردم ما میگه که پیش از مردن استاد عینی و ترسونزاده میگن از یعنی دیدیم احاطه ای ما، مطالعه ما کم بوده است در اینجا ما. و اقبال
توسط اندیشه باز ملی ما، اما این اندیشه را برای ما هرگز سازگار نبود. قلمرو حرکت ما دولت ملی، ارزش‌های دینی دنیوی برای، اما قلمرو حرکت اقبال لاهوری قلمرو ارزش‌های انسانی و اسلامی و دینی است. پور را در تمام جهان در با همین در همین قلمرو شناخته شد. و شما درست گفتید که باز بار دیگر که ما متعصب نیستیم، وقتی شناختیم، خوشبختانه شناختیم و باید شناسیم که دیگر اشتباه نکنیم. رهنمایان زمان ما همه ره میزنند، زان میانگر راست دیدم عصای کور بود برای بجای مردم روشن کردن. ما هر چیزی مترقی که از اقبال لاهوری دارد، چیزای مترقی تان تان به اصطلاح دارد، میبخشیم من گویم هر چیزی دارد میگیریم، اما امروز نه بدل نه اقبال که با حتی چنگیز ایمتو برای ما سرمه شدن نمیتواند، برای ملت تاجیک رودکی. خب بدیدم شما مخالفت دارد، بدیدم مخالفت دارد. من میگویم گوشن نگاه کن، برای ما امروز میگوید که سعدی که هر کی به اهل خود وفا نکند نشود دوست رو دولتمند. یک مثال میگم، جای من تولد شدم، من اول زادگاه هم اگر دوست ندارم دنیا رو، این دروغین است. دیدید چیکار از زادگاه دوست میداره؟ یک کس به مرتبه بلند میرسه اول به دهه خود خدمت میکنه، اگر نکند و میگن دروغ است، نگاه کن آباد میکنه دنیا رفته میشه. علم ادبیات هم چنین است. ما ادبیات ملی ما نباید یک باید داشته باشیم، امروز برپا کنیم در زمان استقلال. ببینید تا عصر 20 ترکیه امروزه نگاه کن، همه سرمخ از مولانا سر کرده تا عرفی و نظری و جامی، از آستین همینا بیرون برن به قوس اول سلیمان میگه که 50-70 فایز کلمه های زبانی ادبیات همه فارسی، اما امروز اینا ادبیات ملی خود را ساختن. دیگر نه نظیری میگن، نه عرفی میگن، نه طالب عمولی میگن، نه بدیل میگن، نه حتی مولانا برای من میگه، برای ادبیات ملی شا ساختن و در شعر نو از بودلر پیش رفتن جایزه. اما ما همون رودی من عالم دیگر شد، تو همون همون را کشیده رفت. ما امروز باید اصلاح شویم، اول ادبیات ملی، شاعرایی که جهان در نظر مثل فردوسی مادر گیتی میگه نزاد شبلی نومانی، وقتی که با نظامی امروز پن ترکستان میخوان میگه که بینید برای یک هندی برای ما خدمت کرده است، اما ما برعکس برای میگه که فردوسی فردوسی است، نظامی نظامی، بینید برای ما چقدر خدمت میکنه. ما امروز باید اول خش بعد درویش، اونا را زمنان ما یاد، ما متعصب نیستیم، سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. وقتی که ما یک جاده میرم خودمان معرفی میکنیم، ما از اقبال یا که بدیل یا که چنگیز ایمت صحبت نمیکنیم، ما از رودکی صحبت میکنیم. ببینید امروز به هر حال بغداد بخاراست، کجا میری خراسان است، پیروزی آنجا. ببینید در همون زمان بخارا را از بغداد گذاشت. خاقانی را باید بشناسیم، میگه که ملک عجم چه طعمه ترکان اعجمی است. دیدی ترک و عرب کفتگی است، از اون که چی قدر عاقل کجا بیسات تمنا برف کند. ما از نظامی فخر میکنیم. بدین چرا مخالفت دارید؟ دلیل مخالفت ما بدین مخالفت شرف نداریم. ما یک شاعری بزرگ فارسی زبان در هند و قاره هم اجا اعتراض است، برای اون که اولش این مخالفت نیست، این شناخت درست بدین را باید شناسیم. این خیلی مطرح کرد دیوم بدبختی مردم ما است، از جمله ما هم بود، دعوا نمیکنیم که نمیخونه. اگر بهترین تحقیقات در تاجیکستان عزیز ما، حتی در بدیل شناسی این استاد اثری استاد عینیه، اگر این اثر درست میخونه، در اونجا چی گفته است مردم که تحقیقاتی که گفت که ما برتلس بعد نمیگم، برتلس وقت شیبلی نومانی را میگه شعر لجما، تو امروز مردم ما نمیش بابا فقانه را نمیشناسه، علمای ما نمیگه اون مردک وکه، و در اونجا گفت که شما فیرفتهی نگاه کن، شعری بدل شعری گنگ است. این را برای این سبک شناختن در کنه، سبک هندی مردم نمیگن که گویا سبک هندی را بدل، و اون که سبک هندی از اینجا است، رو به هند آوردن روشندیلان از بحر چیز، روزگار آینه را محتاج خاکستر کند. اگر بیازی بدل همه خواندن که همه از عرفی و نظری طالب عمولی صاحب پیرو میند، دعوی آسان کر بدل پیش موزنان هند، مصرع چندین فراهم کردن صاحب شدن. زبان مادری بدل زبانی چی بود؟ زبانی اردو بود و به این زبان مادریش نبود، هیچ وقت برای ما سرمخ شده نمید. یک مثال من شما دارم میگم، میگه که تو از خاقانی هستی، میگه که تبسمی که به خون بهار تخ کشید، که خنده بر لب گل نیم بسمیل افتاده. شما چهار عنصر چاپ شده است بکریلی، اون خونت اون کدام زبانت؟ عصری آخر دی این عصب بیرون میم، ما باید اول سبک شناسیم. در این دوره همین خیلی شد که بزرگترین شاعر همون شاعری است که هرچی خدر سخن پیچیده میکنه گنگ میگد، با تشبیه و استعاره تشبیه میتید،
زبان ادبیات از مردم او قدر دور شد که باز میگم عینه رخانه دو عصر سکته و توقف میگد. دیدید سبک هندی دو جریان، یک جریان ساده است مثلا صاحب و کلیم و نظیر عرف، دیگر جریان با این جریان پیچیده هم از ما رفته است. این اختراع بدل نیست، خواجه حسین سنایی شوکت بخارایی خودمان، ببینید این استاد بدل انا امروز چی اكو استاد عینی در زمان خود بزرگترین خدمت کرد. از عینی مرد بزرگ پیدا میشد، مقاله مخصوص من در اون کتاب دارم استاد عینی که اولین کسی که بر ضد تقلید بدل مبارزه اعلان کرد این احمد دانش بود و استاد عینی را ادامه داد. بعد نوادر الوقایع گفت که کس میخواهد که نویسنده شود نثر نویسد مثل احمد دانش و از اینم ساده تر نویسد. شما امروز آدینه را ببینید مقرر من میخونم، زبان مادری زنده من به قول استاد بازار زبان برق و باران بهار است، برای همگان فهمان زبان از اسارت مثلا پیچیدگی گنگی دو عصر رها کرد و امروز زبان مطبوعات ما را بین. امروز برادرای هم زبان ما در همون عصر 19 مونده، زبانشون مخلوط یک زبان واژه های کلمات دیگه که امروز شکست و ریخت و یعنی یک زبان ابرکبه در بعضی عالم میگن شما شما اعتراف میگن این زبان خوب است امروز آه. همین زبانی که مطبوعات ما داریم گفتگو که ما داریم زبان خوب است، همین زبان ما و شما زبان چی است. من شما یک مثال میگم، دقت کن وقتی که صدرالدین نجمی در اروپا یک سرود خوان با لهجه نگاه کن، بدبختانه ما مقلد شده که نگاه کن هویت خود را داشتم. همین زبان من زبان گنده است، من یکون لهجه را با لهجه که من گم میزن زبان گم زمین قیاس نمی کنم. نگاه کن سپرسیدن از وای دانشمند ایران گفت بسیار خوب کن، اما اگر با لهجه خود می خوان بسیار خوب. نگینه را اوفا وقت لهجه وای دارد، قربان عبدالله لهجه نازیبا دارد، آدینه هاشم لهجه نازیبا دارد، ظفر نازیم لهجه نازیبا دارد، احمد زاهر لهجه نگاه دقت کرد دقت کرد شما زبان ما امروز خود ایرانی ها از سعید نفیسی وقتی که نمونه ادبیات تاجیک چاپ شد گفت که هر نفر باید از این کتاب داشته باشد و زبان تاجیکی فار تاجیکی گو بودید. امروز ما آر میکنیم میخوایم که این موضوع دیگر است، اگر وقت راست صحبت بکنیم بعد بعد صحبت بعدی مگر داشته باشه از این بیاموزیم. بنابراین کوشش نکنه اون نفرای هستن که امروز مثلا با لهجه بیگانه شما یک سوال میفتن نگاه کن، برای چی یک نفر برادرای همزبان ایرانی ما کوشش نمیکند که رنگ ما لهجه زیبای ما کرد نگاه کن، اما ما کوشش میکنیم. این از به هویتی است، هویت خود را حفظ کردن در کجا در کجا. مثلا من بین اینا از صحبت ما کسی تماشا کن بین ما صاحب هویتم، هویت علمی دارم، غروری با ادب علمی دارم، بین دعوا میکنم که از همه زیاد خوندم مثل خاقانی در ما خاقانی همه گونه شخص باشه عرفی شیرازی بودش که سبب هویت داشتن در ما. از این دیدگاه هر چیزی که برادر ما اور این دارن چیزی خوبش میگیریم، شما درست گفتید نگاه کن هر چیزی ما داریم اونا میگیرن. این زبان در گذشته نظر تو مسئله خط چی است؟ خط الفبای گنگ بهترین الفبا الفبای کریلی چرا صدانکاش نوشته نمیشود نگاه کن. این الفبا را همه میخواند و او الفبا همه اینه برایم 10 میلیون تاجیک اخت برایم 100 میلیون فارسی زبان نه دقت می ما او فارسی زبان را مجبور میکنیم که کریلی را باید یاد گیره. نگاه کن گوش که مثال شما من میگم نگاه کن یک مثال میگم اون تماشا ممکن دارد شما صحبت کردین دیوان رودکی را در المتا به قول و یا که المتی چاپ کردن بینید دعوا کردن که مامونا دعواگرایی که بیرون دوازی با الفبای و او اولش که غلط کردم بیگانه الفبای نیاگان ما نه الفبای عربی عربو نیاگان ما نیست عربو خطا داشتن تو دقت کن سوال گوش کن الفبای انا عربی است عربو نیاگان ما نه با همین هویت شکستن تو امروز برنامه ده الفبای نیاگان می الفبای عربی نوشتم به نام خودش این یک دقت چاپ کردم که میگن که مردم تحریک میتن که شما باید الفبای نیاگان باید گذاریم. امروز او الفبای عربی را متخصص خوانده نمیتونه، خلق و خلق اخر نمیشه میشه نگاه که من یک مثال میگم در همون کتاب رودکی را چاپ کردن همون دعواگرای الفبای گذشته حتی مکتوب کشاده با قناعت نوشتن چه زیرکن دیپلماتونو و کنه خودشون نیو گفتن در اونجا دو مثال میگه که دل و تاکای همه جوی منی رو و کلام گفتن منی را دیل اتاقا همه جوی منی را. یک شعری دیگر دو آن صحنه چمن که از دمی دای گفتی دمی گرگ یا پلنگا گفتن اوزر از شنوانده گفتن نیماجید بید رو دکی دو بردم آن صحنه چمن که از دمی دای گفتی دومی گرگ یا پلنگا من این آدم دوم گم یا دم گم نگاه که میلیون خیل علیبام. یک مثال دیگر میگم مختارف یک معاریخ بود وقت خطات و خطشناس کتیبشناس وقتی که هین میروه در برای گوری امیر خسروی دهلوی
اگر خطا نکنم باشد یک بایت نوشته خونده نمیتونند. آیا متخصص خونده نمیتونند. همین من نوشته همشه من ده ها مقاله نوشته. الفبای عربی الفبای گنگ و بی املا نوشته. دقت کن. یک سوال در مسئله ملی نوشته نمیتونند. اما در مردم گفت شما روسیه میره بینسه بچه های ما حاضر میروند. این ما نگاه که زبان روسی را نمی میفروید دمده ده و میگه سیل پریزده و نمیدان چی که بینید با جایی که زبان اگر بیلفرد با الفبای کریلی حاکم از الفبای کریلی هم از ما نیست با نومی خودش بردن در کار اما الفبای مترقی سیل پریزده مقصد یومن جواب داده نمیتونه وقتی که او الفبا باشد و چی کار میکنه نه ارزه نشته میتونه نه هیچی کار کرده نمیتونه یک سوال شما در اول این موضوع دیگر شما سوال من میخوام در همینجا جواب بتیم بس صحبت ما خلاصه کنیم شما درباره هویت گفتید گفتید ما باید هویت خودمون را داشته باشیم خلاص یعنی هر یک تاجیک باید هویت ملی خودش داشته باشه هویت ملی در راستی فرهنگ تمدن اون چی که گذشت شکل میگیرد مثلا بگیریم از رودکی فردوسی سعدی حافظ جامع هر بزرگی که شما از این ملت نام برید خواه خاقانی است خواه عرفی است خواه طالبی آملی است خواه دیگرش هر کسی که باشد اینا زمینه های اندیشه و چیزی که نوشته با همین خطی فارسی بود با همین خطی نیاگان بود و ما میگیم نه شما از میگه که نه برای ما همین خطی کریلی که نم خطی بیگانه است این خطی ما نیست اینا برای ما تحمیل کردن یعنی روسا تحمیل کردن همینجا با هویت ما چه خیلی شکل میگیره که این قدر بزرگ به این خط ایجاد کرد در مغز و گین ما 6 در این هزار سال ما میگیم نه ما باید با این خطی کریلی باشه نظر شما چیه دادر خوب در بزرگیت کاکا باید اینجا شما اول انتقاد از شما میکنید که میگه که روسا دیدید یعنی تاریخ خط نمیدونیم همین خطی عربی همین خطی کریلی برای کی گذشته بود این چیز در تاجیکستان پیدا نشده است از تفکر ما و خودت برای اگون چیزی نه پیشنهاد کردن نداره بازینگر نیستیم و تماشابینیم تماشابین هم نگاه که در اینجا این فکر اول در ایران پیدا شد در ترکیه پیدا شد میرزا ملکم خانف میرزا فتحعلی آخوندف دیگه اولین بار این ترکا پیشند ایره اعتراف این مصاحبه کردیم اولین بار در آذربایجان نگاه حتی شوروی حاضر دنبال این کارو نبود وقتی که اونا گفتن برای که لنین تبریک کرد آذریاره یعنی این تحمل شده این شوروی نیست دیدی اشتباه از اینجا برای این اون نفرایی که انم این چیزا نگاه که همین آسان شده است استاد این یک مثال میگه که انا در عصر گذشته میگه هر کسی که به میدان ادبیات شعرگویی میگه هر اهل و نوال مردم کل و کور میگن میبخشی هر کل و کور ده آزی همش وای شده اگه میگه قلم یک تو در پیروی بدی نمیدونیست باید که اکو وای کنه انا این دوره هر کل و کور و اهل و نوال اوه ما را تحمیل کرد نه برادر باموز که این الفبا از کجا اومد در همین مورد گزاریش با الفبای کریلی هم وقف و مونده ترین بودین اگر اثرهای عینی را عینی و علی فطرت خانم با عینی چی میگه انک من مثال میارم دیگه این گپ خرافاتی متعصب دو کمپیر دو آدمی به سواد است اما روشنگیرو روشن فکرانی ما همه را تکریم میگه که استاد عینی میگه که امروز مقاله من است در کتاب مقدرم کتاب غزالی انم اوجا بیاید و شاهکاری های من است من خودم میگم مقاله مقصد امروز میگه اگر تاجیکان خفا موندن میگه اگر نگذرند اگر میگه در ایران نگذرند جرایانی گذشتن به الفبای و سعید نفیسی و علی شریعتی و دیگر و دیگر دانشمند و از این از احسانی تبری نگذرند اونجا میگه روحانیان حاکمیت میگه اما اگر ما نگذره میگه در محکمه تاریخ جواب خواهیم گفت دیدی این گپ استاد اینه دوم دیدی مردم نمیدونن نقص که شما وای کردین اینا فهمید دیوم لاهوتی را پرسیدن گفتن که درباره هم میخواد گفت که من به شما یک مثال ساده میگم میگه از ترمیز به همین دوشنبه به خر آمدن آسان است یا با اتومبیل نقلیات البته با اتومبیل مثل همون است همین این علی با شما همین دلیل که میگید به خودی عینی در همین تازه بوسیبیونش که ما خوندیم کودک بودیم شما قصیده فارسی شما... میگه می در آخرش قصیده تاجیکی میگه من شما را میگم وصف میکنه فارسی را شما نبرن شما گفته زین که تازه بوسیبیون اولش که نو این استقلال شد آزادی چیزای دینیش از عینی ملا ساخته است در اینجا تعطیل قرآن نمی خوانده ما شما ده عینی تهذیب سیبیان هم تهذیب سیبیان هم نمی خوانده صاحب تبر وای کرد عینی میدونید که یک ادیبی ملی ادیبی شعبی ادیبی شعبی انقلاب در 40 سالگیش با همین اعتقاد مرد و لاحتم که انقلاب جهانی میشه حاضر همه را تحریف کرده زن هیچی نگفت در باری بی زبان اک نگاه کن برادرای ترکا جامعه وقتی که علی شیر نوایی خمسه رو نویش گفت که به ترکی زبان نقش آمد عجب که جادو دمان را بود مهر لا دیدی امروز برادرای ازبکی ما نمیگن که وقت ترکی اگر خیلی بگم اینو ترکی قطعی و ترکی گفت است نام عمومی
امروز حتی ترکی چغتایی میگه. حالی من سوال میتم برای چی چغتایی شما دادی؟ من همه خیل نوایی هستم که با سوال هم میتم وای کدگی هست نگاه کن. اما نمیگه، اما امروز نیروهای هست که بینید این جواب بهترین جواب مومن قناعت داده گرد قنجوی پنجوی مراد زبان ما فارسی دری نام عمومی زبان ما. وقتی که ما سوالی 24 نامی تاجیکستان پیدا شد، ازبکستان پیش ای بود. نگاه کن احمد دانش نماینده ای ما با ابراهیم عثمان صحبت کرد که سعید زاده گپ شما درست میگه و دانشمند زاده نماینده ای دولت ازبکیه بود احمد دانش. ازبکستان پیش از انقلاب بود نگاه بریم، اما تاجیکستان نامش گم بود، نبود تاجیک تاجیکستان. نگاه کن پیدا شد از همینجا موافق جغرافیا سیاست دور این ملت زبانم برای اولین بار زبانی تاجیکی، اگرچه نام می بردم پیش بود مثال های بسیار این مهم نیست نام بردم. امروز اگر ما اونایی که نگاه کن ما خودکشی میکنیم اونایی میخوان که میگن که امروز زبان ما فارسی است تاجیکی نیست، نگاه کن اینا همه در مقام پنترکستان قرار می پنترکستان سال بعد انقلاب تا سال 24 دوره که وایش بعد نمونه ادبیات میگفتن که این خلق تاجیک وجود نداره، نامش نبود، واقعا هم ملتش نبود، همچون مسلمان همچون بخاروی سمرقند به نام مکان زندگی میکنن نیستن. اینا به تاثیر ایرانی ها زبان شد. اگر ما فارسی گویا میورد میگن این ملت این به فایده اومو میشه. دیدین همه حال برخ که از استاد عینی چی گفت نمونه ادبیات تاجیک با دقت بخونه از بازی که تاریخ وقایع را قید میکند در اینجا یک قوم معظم دیده دیگه پا هویت دیده که را خود سعید نفیسی روی یک قوم معظم با نام تاجیک زندگی میکنه. ببینید برای این باز میگم مثلا یک بیت است حتی استاد لایق استفاده میکنه، همه استفاده میکنیم اما ما استاد عینی هم استفاده کرده، حتی دبیر سیاقی هم درباره کلمه تاجیک همه را از اونجا گرفته. ما معذرت میگوید که تاجیک گردنکش لشکر شکن بیشتری نیزه‌ور و تیغ‌زن و میگه اما نمیدونه چی بود. این دوره تغلق ده بود، این مجبور میکردن تاجیکا را که در ارمیا اشتراک کنه. تاجیک ملت جنگ نبود میبردن، اما او برای کی جنگ بود؟ برای یک دولت ترکی. برای چی؟ برای که دولت نداشته ما دید، برای دولت. امروز ما دولت داریم اکا. انا او وقت همه کارهای کردیم. من شما دا میگم امروز در صحبتم که ما برای انسان خدمت کردیم و برای دین و مذهب ملت فراموش کردیم. انا بدبختی ما داریم. امروز اکن در جای یکم انا همون اشتباه ها را چیکار میکنیم؟ جبران میکنیم. شما بینید باشین بینه یک مثال بنی آدم از آی یک دیگرند. فردوسی گفت یا که صاحب گفت که هر کی پاک سعدی گفت سعدی صاحب گفت که هر کی پاک حج میگذارد ما دل خود میخوریم. ما امروز مغذرم از دهانمون کف میپره. بینید که اسلام ما دنیا ده بردیم درسته از دهانمون کف میپره یا که سعی اما ملت چیکار کردیم؟ بینید گر خسروی کرد بر دلیران نزدی از تیغ یلی گردن شیران نزدی و از بیمی سینان سربداران تا حشر یک طور دیگر خیمه به ایران نزد. اگر دو دولت تاجیکی کورتا و سربداران یک جایه میشه امروز ما در یک امپراتوری زندگی میکنیم. خدا نکند که ما منبعد اشتباه کنیم. ما باید راه درست سلامت باشیم. برای این راه درست مطالعه چون نیاموختی چی دانی گفت که با تعلیم شد جلیل جریل. سلامت باشید. من در آخر میخواستم که کوتاه صحبتونو خلاصه کنید برای بیننده برنامه کتابخون. ما صحبت به انجام برسونیم از این صحبتی که ما گفتیم و کردیم. شما خلاصه کنید صحبتتون رو، ما برنامه رو به انجام برسونیم. بر دیگر تشکر که دعوت رو پذیرفتید به برنامه کتابخون اومدید. به نسل تاجیکو به برنامه کتابخون اونایی که این برنامه رو دنبال میکنن پیامتون چی است؟ تشکر. بسیار خوب گفتید که ما یک صحبت بسیار عقلانی و احساسی داشتیم. این سبب داشت برای اینکه این گونه صحبت ها باید ضرور است. همه اشتباه میکنند بالفرض، اما امروز شیاری هر نفری که در تاجیکستان یا بیرون است در سفر همراه هم غمی وطن است گلی با خار چیده را میماند. هیچ کس به اشتباه نید، در همه جا باید در فکر وطن باشد. اشتباه میگد به دل که آثار بینای خلق بار ما دیدی ما چیزی به ما مخالف بدیل یا که غزالی نیستم. دیدی اشتباه اگر دو کسی دیگر همه خیلی گوید تمام سید جمال الدین سید این خیلی نه، برعکس ما اشتباه همه اصلاح کردیم. جامعه باید اصلاح کنه که اول انا خود بعد درویش بکر. میگه که آثار بینای خلق بر دوش فناست اینجا غیر از کجی نمی آید راست. هر نیک بده که فطرتت نپسندد شر میکنه عیب پوش به عیب خداست. هممون عیب داریم اما بزرگی در این است که به قول ادوارد میجلایت میگه که انسان با تا امروز انسانی کامل میگه یک دهقان یک معلم انسان هیچ وقت انسان کامل نمیشه.
дидед иштибои мо чӣ қадар иштибо дем. Ин назарияи тасавуф аст, назарияе ки як назария мегӯяд ки инсон як мавҷуди ноқис аст, аммо ҳамеша барои такомул кӯшиш мекунад. Дидед андешаи чӣ хел мутарақӣ гуфтам. Ман аз мардуми кишвари азизам Тоҷикистон, форси забона, оное ки дар хориҷа, оное ки донишманда, оное ки роҳи дуруст дар ҳаракат мекунад, оное ки бероҳа мерад, оно ҳам фарзандои миллати мо аст. Мавлона мегӯяд ки пас бади мутлақ набошад дар ҷаҳон, бад ба нисбат бошад. Ин роҳам бидем мо як касе дидем дар оно аз маърака бе ҳақ надорем ва ягон сабаб қати ва инсон ягон сабаб қати гумроҳ шудааст. Оно бояд бештар омӯзанду 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 ки то вақте ки мисли Саид Ҷамолиддин Саидзода 10,000 китоб хон дигар иштибоҳ намекард. Соҳиб мегӯяд ки нест коре ба баду неки ҷаҳонам соҳиб рӯи дил аз ҳама олам ба китоб аст моро. Фурӯғ мегӯяд китобе хилвате шеъре сукуте. مرا شادی و لطفی زندگانی است. چی غم گر در بهشت ره ندارم که در قلبم بهشت جاویده. و نهایت طالب عمولی میگه که بزم رنگین کن از جواهری علم، مجلسی به کتاب به نمک است. من میگم که هر خاندان تاجیک باید کتاب نمک داشته باشه. خوراکش با نمک باشه. خواه در داخل است، خواه در خارج. سلامت باشه. سلامت باشید. با دیگر تشکر یادآورم که در صحبت با ما بودند Ҷамолиддин Саидзода. Ишон муаллифи даҳо китоб ҳастанд, вале фурсат нашуд мо ин китобро дар барнома муаррифӣ кунем. Мо дар бораи китоби Фирдавсӣ гуфтем ва китоби наве ки аз ишон нашр шуданд, Низоми пешвои Хамсасароён. Метавонед китобро аз фурӯшгоҳи китоби Тоҷикистон ки аз худи муаллим дархост кунед. Бор дигар ба барнома хуш омадед. Ташаккур ки даъватро пазируфтед. Ин барномаи Китобхон буд. То барномаи оянда дар ҳифзу паноҳи худо бошед. Худо ёрӣ оваратон.